روز فراوان به شما همیهنان فارسی زبانان و بینندگان عزیز این رسانه دیداری در جای جای جا جهان هستی. امروز ضمن آرزوی پیروزی برای مبارزین داخل کشور عزیزمان ایران بحث رو، بر روی آزادی و دموکراسی خواهم گذاشت و شما نازنینان خواهید دید چگونه با واژه ها بازی می کنند با واژه ها بازی می کنند چرا که آن چرا که میگویند در عمل با واقعیت هماهنگ نیست و قابل تطبیق نمی باشد دوستان بایستی اول تعریف آزادی را کرد آزادی مفهوم چه چیزی است آیا مفهوم آزادی این است که من هر کاری دلم خواست انجام بدهم یا اینکه همین واژه آزادی را قوانین مقررات و برخورد اجتماع با ایده های انسان محدود می مسلماً مسلما آزادی مطلق به مفهوم واقعی جز یک مورد به هیچ عنوان وجود نداره یعنی شما اگه دنبال این هستید که آزادی به اون مفهوم کاملش رو داشته باشید فقط یک مورد هستش که این آزادی نصیب همه افراد بشر میشه وگرنه در بقیه موارد به هیچ عنوان شما آزادی بیان ندارید آزادی عمل ندارید تنها آزادی که شما دارید آزادی تفکره یعنی شما در ذهنتون هر جور دوست دارید فکر کنید این تنها آزادیه که هر انسانی داره از ابتدای بشریت هم وجود داشته امروز هم وجود داره در آینده هم وجود خواهد داشت ولی این که میان میگن این کشور آزادن مردمش آزادن یعنی چی؟ این آزادی نسبیه بنده آزادم در یک کشور دموکراسی زندگی میکنم آزادم هستم ولی من آزاد هستم لخت مادرزاد بیام وسط خیابون راه برم به هیچ عنوان میتونم هر جا رد میشم چون آزاد هستم دوست دارم بزنم تو گوش کسی مسلما نه پس آزادی رو مقررات میاد محدود میکنه حال ما دو نوع آزادی داریم یک نوع آزادی آزادی درون خانواده یک نوع آزادی در اجتماع در گذشته های دور آزادی درون خانواده آزادی کاملی بود هرچند آزادی کامل باز در ارتباط با افراد خانواده اگر سایر افراد نمیپسندیدند شما نمیتونستی از اون آزادی استفاده کنی مثلا شما دوست داشتی صدای رادیو رو در خانه خودت بلند کنی بقیه از این مسئله رنج میبردن با این آزادی که شما میخواستی ازش استفاده کنی مخالفت میکردن ولی بالنسبه شما حاکم بودی در خانوادت دیگه کسی نمیومد شما رو دستگیر کنه ببره و زندانی مکنه با هم دیگه بالاخره تو سر کله هم دیگه میزدید یکی پیروز میشد میتونه حرفش رو به کرسی بچونه ولی این آزادی در گذشته بود امروزی که به وسیله نور و امواج حتی داخل خانه شما تحت کنترله امروزی که توسط همین تلفن های موبایل شما هر جایی باشید در سخنی که بگید اگر بخوان استراغ سم بکنن میتونن این کارو بکنن شما به هیچ عنوان آزاد نیستی دلت خوشه که آزادی ولی اگر شما خاصی خلاف بکنی گوشتو میکشن و نمیذارند که شما هرچه دوست دارید انجام بدید متاسفانه ما در عصر حاضر با استفاده از فضای مجازی که اینترنت باشه فیسبوک باشه و قص الهازا احساس میکنیم یک آزادی بیشتری به دست آورد آزادی به دست آوردیم که هر چی دلمون میخواد روی پیام فیسبوک بنویسیم اینو پستش کنیم، سایرین بخونن، با اعصاب دیگران با مزخرفاتی که می‌نویسیم بازی کنیم، دیگران رو عصبی کنیم، ناراحت کنیم و کسی هم نمیاد یقه ما رو بگیره بگه آقا تو چرا این حرف زدی نمونه بارزش همین امروز در روی فیسبوک از شخصی به نام یرواند آبراهامیان با عنوان اینکه شما هیچ وقت آدم نمیشید خطاب به ملت ایران ایشون مقاله ای نوشته بودن که من چند سال عمر صرف کردم و کتاب نوشتم خیانت های رضا شاه و شاه رو در این کتاب هام آوردم و باز میبینم که مردمی که در خیابان و کوچه و بازار هستند فریاد میزنند روحت شاد رضا و این در واقع اینه که مردم نمیفهمن بیشورم من خیلی سعی کردم که اینها آدم بشن شما ببینید این ابله این خائن این دشمن ایران ایرانی چگونه به میدان آمده پشتوانه و تأیید کننده ای این آدم کی هست بی بی سی بی بی سی که از خیزش و شورش مردم ایران به وحشت افتاده هفته پیش آقای هادی خورسندی رو علم کرد که به خانواده پهلوی بی حرمتی بکنه که من در روی فیسبوک جواب این دلغک زمان رو دادم و خطاب به ایشون نوشتم من نمیدونم تو از کی تا سیاست مدار شدی درسته که گفتن رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز تا داد خود از چهتر مهتر به ستانی ولی شما راه اشتباهی رو انتخاب کردید آقای حادی خورسندی شما اولا اون دانش و معلومات سیاسی رو نداری و در ثانی شما به چه عنوان و چرا از جانب یک ملت به خودت مجوز میدی که سخنگوی ملت ایران باشی من اگر امروز در این رسانه حضور پیدا می کنم من نمیتونم نسخه برای کسی به پیچم که بگم که ملت ایران وظیفهشی که حتما از شاهزاده پشتیبانی کنه نه به هیچ عنوان من حق ندارم من حق ندارم کسی رو اینجا بیام ساپورت بکنم برای آینده ایران من میتونم تنها چیزی که بگم این باشه که من شاهزاده رو قبول دارم به عنوان کسی که میتونه کشور من نجات بده من فقط میتونم در مورد خودم قضاوت کنم آقا یه خورسندی شما چی کاره هستی؟ چهار تا چرت پرت گفتی چهار تا شعر فکایی گفتی و یه مش ناسزا داخلش کردی و ملت ما هم که اتش همین مسئله رو داره از شما خوششون اومده ولی دری نشد شما بشید رهبر یک جامعه یا اون دلقه که دیگه حسینی ریستار خجالت و شرم خوب چیزیه این آقا اومدش به عنوان هدایت کننده مردمی که به کوچه و خیابان آمده بودند اونها رو تشویق کرد به سوی میدان آزادی میدان آزادی چه خبر بود در میدان آزادی میخواستید به استقبال مسافرینی که از شهرستانها میآمدن برین شما در فاصله بسیار کمی با وزارت کشور بودید اگر واقعا میخواستید این حکومت رو ساقط کنید مردم رو به سوی وزارت کشور میبردید در این مردم میلیونی در ظرف یک ساعت وزارت کشور رو با خاک اکسان میکردن و مدارک سیاسی رو از وزارت کشور بیرون میکشیدن دست خائنین رو رو میکردن ولی خب متاسفانه در جامعه ما عدم اعتماد به نفس مشکل بسیاری رو ایجاد میکنه دولت بریتانیا سالهای سال توسط عوامل خودش سعی کرده اعتماد به نفس مردم رو بگیره و مردم همه منتظر باشن که کسی به عنوان رهبر در بینشون ظاهر بشه چرا یک ایرانی که امروز در زندان جان خودش رو از دست میده و اون شجاعت اون قهرمانی اون منش اون جروزه رو داشته که بیاد در خیابون بر علیه ظلم فریاد کنه این اعتماد به نفس درش زنده نشه که خودش رو به عنوان یعنی رهبر یک گروه از مردم بدونه یا میلیون ها از مردم بدونه تا اینها رو به سوی وزارت کشور ببره نه آقای حسینی خائنی که سالهای سال با دولت جمهوری جهل و جنون و جنایت در ارتباط بوده بیاد رهبری بکنه اینجا هست اشکال کار ما هدف برنامه من آگاهی دادن روشن کردن مردمه وقتی شما روشن شدید وقتی شما آگاهی پیدا کردید و توانستید اعتماد به نفس رو در خودتون افسایش بدید قادرید همه کار بکنید بارها و بارها من گفتم ما شادیم درست جوانان ما در زندان الان در شکنجه رنج عذاب با جان خودشون بازی میکنن ولی ما اینجا گریه نمی کنیم ما خوشحالیم که یک همچین پهلوانانی رو به جامعه عرضه داشتیم من ازاداری بکنم شما ازاداری بکنید برای چه؟ چه چیز حل میشه؟ شما باید بخندید تا دشمن ضعف و در خودش احساس بکنه بدون هنوز هستید هنوز وجود دارید دولت بریتانیا دلقک های خودش رو به میدان میفرسته هادی خورسندی رو میفرسته یروان آبراهامیان رو میفرسته فردا معلوم نیست چه کسی رو بفرسته ولی ما میدونیم ورشکستگی سیاسی دولت بریتانیا رو در مقابل اراده مردم ایران در همین جا بنده به شخص اعلام میکنم این ضعف سیاسی یک کشوره که آمده مملکت ما رو اشغال کرده منابع ما رو به تاراج میبره هر روز امروز هم یکی دیگر از مدیران شرکت نفت با اختلاس میلیاردی از خاک ایران گریخت و اینها اکثرا به کجا میرن؟ به کانادا و به شما قول میدم اکثر اینها ماسونهای لوژ انگلستان هستن طبق دستور پولها رو ور میدارن میبرن در سنیش متعلق به خودشونه بقیه باید به خزانه دولت بریتانیا بریزند شک نکنید سالهای ساله شما عزیزان باید بدانید در جامعه امروز ایران هیچ حزب و سازمانی نمیتونه فعالیت آشکار داشته باشه مگر آنکه رأس این حزب یا گروه یک مزدور، یک خودفروخته، یک خواهن به وطن باشه که دست دولت بریتانیاست چون الان مملکت ما در اختیار دولت بریتانیاست با بیرون راندن آمریکا از ایران دولت انگلستان به راحتی در داخل کشور ما مشغول فعالیت و مشغول چپاوله بنابراین اگر گروهی خودنمایی بکنه و رئیسی داشته باشه اول با مذاکره سعی میکنن اونو زیر کلید خودشون قرار بدن اگر قرار نگرفت یک ترور راحت در یک حادثه یا یک مخالف به هر روی به وسیله او را از سر راه برمیدارند دوستان مطالعه کنید و ببینید آنچه را که من میگم در زمان گذشته تا امروز بسیار اتفاق افتاده شما حتی اگر به اخبار کشورهای دیگه توجه داشته باشید احمد شاه مسعود در افغانستان فردی وطن بود انسانی بود که مردمش رو دوست داشت سرزمینش رو دوست داشت و دیدید یک خبرنگار چگونه اونو از پای در آورد این یک واقعیت و یک حقیقته بنابراین تشکیلات مبارز باید فعالیت زیرزمینی داشته باشند اگر شما دیدید رهبری پیدا شد و آشکارا آمد خاص بقیه رو هدایت بکنه در داخل خاک ایران مطمئن باشید یک خائن و دستور از جای دیگه میگیره داشتیم راجبه آقای یرواند ابراهامیان صحبت بکردیم ایشون که بنده معتقدم اون وقتی رو که صرف کرده کتاب نوشته بهتر بود میرفت کتابهای های ننه رو میخون اقلا یک چیزی از کلسومننه ننه یاد میگرفت این مرده که و فاقد فهم و درایت به ملت ایران اهانت میکنه میگه شما آدم نشدید تو خود کفدارت خود خودفروختت چه هستی آقای آبراهامیان که این حرف رو میزنی من آمدم ایشون مینویسه من آمدم چه این افرادی رو که فکر میکردن شاه و رزاشاه خدمت کردن روشن کنم بگم خیانت کردن و اصول دموکراتیک و خدمات اسلامی رو به مردم تفهیم کنم آخه من نمیدونم خیلی شماها وقی هستید چی باید بهتون گفت اون چی که مسلمه یک بچه محصل که نه کلاس سواد داره اگر بشینه تاریخ قاجاریه رو بخونه حرم سراها، زنان متعدد سفرهای خارج هزینه که از مالیات قسمت اعظمش تعمین می شود برای این سفرها و مسافرت که پادشاهان قاجار برای عیش اش و اشرت به لندن می نمودن، به پاریس می نمودن و ملتی که تراخم داشت، مالاریا داشت در خاک و خل زندگی می کرد، یک کلانبدی سرش بود و یک شلوار پاچه گشاد که از این دهانه یکیش میتونستید، یک آدم بزرگ رو رد کنی از اون یکی بیاد بیرون و چارقی به پاداش گیوه بود. شخصی مثل رضاشاه کبیر سازنده ای ایران نوین واقعا به میدان آمد مردم و زندگیشون رو دچار تحول کرد دگرگون ساخت اون وقت این آقا آقای ابراهامیان میاد و راجب خیانت های پدر و پسر کتاب می نویسه ننگ بر تو باد که واقعا جای تعصف داره امثال تو زیاده هم آقای بهنود آقای براهنی همین آقای نوریزاده علی رضا نوریزاده که دو دوزه بازی میکنه گاهی به نل میزنه گاهی به میخ میزنه زمانی که اعدام میکردن روی وام مدرسه رفاه ایشون زوغ زده شده بود که سرداران و ارتشیان عزیز ما رو اعدام میکردن ایشون از شوق بالا پایی میپرید ناظرینی بودن نقل کردند و مردم میدونن آقای علی نوریزاده. شما چه کسانی رو میخواید گول بزنید من بارها گفتم تاریخ واقعیتها رو برملا میکنه و حقیقت در بستر رود زمان جاری میشه و از کوچکترین منفذ مانند آب داخل میشه و نم خودش رو میده برای آگاهی دیگران و حتی اگر جلوش سد ببندید این واقعیت تبخیر میشه و در جای دیگه بارش آغاز میکنه این واقعیت رو انسانهایی که از اون سرزمین گریختن امروز برملا میکنن خائنین رو دستشون رو رو میکنن کسانی که در لباس ایرانی آمدند و ادعا کردند ایران را دوست دارند مانند محمد علی فروغی که از خاندانهای های اولیگارشی بود و یک انگلیسی بود نتوانست از دید واقعیت تاریخی پنهان بمونه تاریخ با چشم بیناش به همه نگاه و امکان نداره شما بتوانید تاریخ رو فریب بدید مردم ساده آری ولی این سادگی را هم اندازه است آقای آبراهامیان من متاسفم برای شما و متاسفتر برای سیاست شکست خورده دولت بریتانیا بعد از این دلقکانی که به صحنه میآوری و حرف های خندداری که این آقایون میزنن نمیدونم نفر بعدی چه کسی خواهد بود ولی یعنی آنچه که مسلم است مردم میفهمن آری این آزادی است این آزادی است که آدم ابلهی مانند آقای ابراهیمیان این مزخرفات رو در روی فیسبوک می نویسه و یک ملت رو اهانت بهشون میکنه و میگه آدم نشدید تو خودت آدم نیستی که آدم بشناسی اگر آدم بودی آدمیان رو میشناختی جوانان امروز پهلوانان قهرمانان ما در اسارت دشخیمان قرار دارن با تو هستم هموطن با تو هستم گرامی هم میهن که در کنج خانه هد روزی که مردم به حرکت در می آیند اگر با آنها همگام نشوی ننگ بر تو باد و تاریخ تو را فراموش نخواهد اگر هیچ کس مطلع نشود آنچه که به عنوان شرف و وجدان در وجود تو هست بیدار خواهد ماند تو چیزی را از دست نخواهی داد اگر به میدان مبارزه بروی چرا که تو را با آب آلوده با هوای آلوده با امواجی که برای جلوگیری از پخش رسانه های سیاسی یا به اصطلاح سیاسی در فضا پخش می کنند دچار سرطان می کنند و نابودت می کنند. انواع بیماری ها رو برات به ارمغان مملکت مملکتی بیدر و پیکر بدون کنترل از گوشت سگ برای تو سوسیس میسازند به خوردت می از گوشت خر کباب میسازند و تو با لذت نوش جان میکنی و بعد هیچ کسی هم به آنها اعتراضی ندارند هم میهنانت در کارتون میخوابند در زمستان سرد که امروز اولین برف آن در تهران آمد یخ میزنند جان خود را از دست می دهند و شما بی غیرتان که بی به مسائل کشور نشسته اید و میگویید من سیاسی نیستم من با سیاست کار ندارم شما احمقترین هستید چرا که دارند شما را میکشند شما خیلی راحت پذیرای این مسائل هستید اگر شعور اگر فهم اگر درایت دارید بایستی از جای خود حرکت کنید همگام شوید با مبارزین جای تردید ندارد قانون قانون جنگل است اگر نزنی میخوری بوزو میخوام ببخشید اگر نزنید میخوری سرودی میشنویم باز بگردیم با هم سخن میگوییم اومدی توی دنم وقتی دلم جونی نداشت وقتی که آقبتم هیچ سر و سامونی نداشت عشق چشممو گرفتی شدی در مون دلم هیچ کسی جز چی میگذره تو یه تنها نیستم همیشه تو با منی پیش منی در دینی هست وقتی تو باهاشی توی در مون منی تنها نیستم همیشه تو با منی پیش منی هر نیست وقت تو با تو توی که جون منی بخشیدی هرچی گناه که همه شادی کنن همه آدم های دنیا با تو آزادی کنن تو بزرگی تو خدایی تو همیشه نهایقی تو مهیبی تو عجیبی آخر حقایقی تنها زن همیشه تو با منی پیش منی در وقتی تو باشی با توی در منی تنها نیست نه همیشه تو با منی پیش منی ترسی نیست وقتی تو باشی با تویی که جون منی رای را رای را را, رای را.

تنها نیستم همیشه تو با منی پیش منی در وقتی تو باشی با توی درون منی تنها نیستم همیشه تو با منی پیش منی ترسی نیست وقتی تو باشی با که جون منی با درود مجدد خدمت شما سروران گرامیان قسمت دوم برنامه را آغاز می کنم و گونه که در قسمت اول در رابطه با آزادی صحبت کردیم و سوء استفاده از آزادی رو در فضای مجازی برای شما توضیح دادم مسائل بسیار زیادی در ارتباط با فضای مجازی و سوء استفاده از آزادی هر روز مبتلا به داستان وطن هست و خیانت هایی که به کشور عزیزمان ایران میشه خیانت این نیست که فرض بفرمایید در زمان گذشته در رو به روی سپاهیان دشمن باز میکردن سپاهیان دشمن وارد یک کشور میشدن و اون کشور رو اشغال میکردن امروز میان درهای نادانی رو به روی ذهن افراد باز میکنند آنها رو فریب میدن از عدم مطالعه و عدم آگاهی افراد سوء استفاده میکنن و آنچه را که آزادی هست از آنها میگیرن و اینجا هست که ما به دلیل عدم آگاهی آزادی خودمون رو به راحتی در اختیار بیگانگان قرار میدیم کشوری که در دوری شاهنشار یا مر فرزندانش از تقضیه رایگان استفاده میکردن شیر میدادن شیرهای پاکتی موز میدادن که الان یک قوطی شیر رو باید هشت هزار تومان مردم خریداری کنن همون قوطی شیری رو که بچه های معسل با اون فوتبال بازی میکردن چرا و چگونه شد که شاهنشاه یک چنین تسهیلاتی رو برای محصلین ایجاد کرد اگر به تاریخ ایران نگاه کنیم و به بودجه مملکت نظری بیافکنیم قبل از اینکه شاهنشاه تغذیه رایگان رو برای فرزندان محصل ایران زمین تصویب بکنند درآمد ما از نفت بسیار قلیل بود به محض بهبود شرایط مالی دولت چنین تصمیمی گرفته شد فرزندان ایران در دانشگاه وقتی ثبت نام می‌کردند رقم بسیار جزئی برای شهریه و حتی در موارد یک دینار برای شهریه پرداخت نمی کردن به آنها وامی در حدود مثلا هزار و دویست تومن یه همچین رقمی می دادن اگه درست خاطرم باشه و بعد از اینکه فارغ و تحصیل می شدن ازشون می خواستن به اقساط این پولو پرداخت کنن یعنی تحصیل رایگان و تغذیه رایگان برای بالا بردن سطح دانش مردم و حالا اون آزادی آزادی که شما هر زمانی دوست داشتی از خانت خارج بشی در شهر بگردی شما شبها بیایید بیرون تمام شهر رو میبینید در حتی کوچه پس کوچه هاش افرادی با موتورهای گازی در رفت آمد هستند یعنی تمام مردم تحت کنترل هستند. چرا واسه اینکه حکومت مردمی نیست و میخوان اگر کسی یک وقت مخالفه سریع شناساییش کنند و سریش رو زیر آب کنن بنابراین آزادی رو ملتی که مطالعه نکرد ملتی که نخواست آگاهی خودش رو بالا ببره از دست داد امروز هم باز هم به دلیل القاعاتی که به جامعه ایرانی شده من به جرأت میتوانم بگم هشتاد درصد مردم میگن من از مطالعه نفرت دارم از این 80 درصدی که نفرت دارن 60 درصدشون حداقل میگن ما با همین گوشی تلفن موبایلمون همه اطلاعات رو از اینترنت میگیریم ببینید درست اطلاعات بسیاری روی اینترنت هست ولی هیچکس دلش به حال ایرانی و ایرانیان نسوخته به حال اون سرزمین نسوخته به حال مردمش نسوخته که بیاد واقعیت ها رو برای شما بگه من هیچ اطمینانی ندارم که از دست دشمنانم قصر در برم هم ندارم من هر وقت بکشن هیچ مشکلی ندارم من تا زمانی که هستم حرفم رو میزنم و با هیچ کسم تعارف ندارم کسی خطا کرد مچش رو میگیرم آبروش رو میگم می که تو داری به مملکت به مردم داری خیانت میکنی فرق نمیکنه هر کی میخواد باشه در هر مقامی میخواد باشه من همیشه به این معتقدم گر ما از سر بریده می ترسیدیم در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم پس بنابراین این رو با آگاهی کامل پذیرفتم که در این مبارزه هر بلایی سرم اومد با آغوش باز قبولش میکنم ولی با عقل رفتار میکنم من احمق نبودم که در ایران بمانم تا مرا بگیرند و بکشند برخی میگن اگر تو می چرا در ایران نمانده اگر من در ایران مانده بودم آنچه آگاهی داشتم که باید به گوش هم میهنانم برسانم بعد از مرگ آیا قادر بودم این کار رو بکنم و این حماقت نبود دوستان در اضابت هاتون منصف باشید فکر کنید اندیشه کنید با خرد و منطق حرف بزنید همین منطق شماست که برای شما آزادی رو به مقام میاره اگر بی منطق بودید به راحتی آزادی ها رو از دست شما میگیرن شما رو فریب میدن ما گفتیم در فضای مجازی بسیار تا بسیار به مملکت ما خیانت میشه از آزادی ها سوء استفاده میکنه شخصی در ارتباط با یا آریامهر در زمانی که ایشون اعلام فرمودن باید مملکت با سیستم تک حزبی اداره بشه این مسئله رو مورد نقد قرار داده بود و نوشته بود شاهنشاه فکر کرده بودن که مملکت ارث پدرشون که یک چنین تصمیم می گرفتن من خطاب به ایشون نوشتم بله مملکت ارث پدر شاهنشاه بود چرا؟ چون پادشاهان قاجار با ایجاد حرمسرا با گرفتن زنان متعدد با هزینه ایشونوش و رفتن به خارج با مالیات سنگینی که بر گرده مردم گذاشته بودند مملکت در معرض حراج قرار داده بودند دوستان مملکت در معرض حراج قرار گرفته بود گمرکات به این روسیه میدادن گمرکات شمال و گمرکات جنوب و به انگلیس میدادن برید بشینید تاریخ رو بخونید ببینید چه بلایی بر سر مملکت می آوردن. این جانیانی هم که امروز در کشور ما حکومت رو از طرف دولت بریتانیای های کسیف به عهده گرفتند منافع ایران رو در دریای خزر به راحتی بخشیدن در جنوب معادن و مخازن نفت و گاز رو به راحتی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار میدن قرارداد توتال بسته میشه با فرانسه فرانسه ای که خدمت شما عرض کردم بعد از کودتای کبیر فرانسه که اون رو به غلط انقلاب کبیر فرانسه میخوانند چرا که سازمان امای سیکس هم اکنون اطلاعات و امنیت فرانسه رو در اختیار داره در واقع منافع دولت بریتانیا ظاهرا در جیب فرانسه میره ولی در باطن در جیب انگلستان در ظاهر به جیب روسیه میره ولی در باطن در جیب انگلستان چرا که انقلاب, انقلاب بلشویکی که کودتای بلشویکی بوده باز سازمان امای رو در روسیه مستقر کرد و الان تمام اختیارات دولت روسیه دست انگلستانه چرا سازمان اطلاعات و جاسوسی بریتانیا در اونجا داره فعالیت میکنه با مطالعه شما میتونید تمام این مسائل رو از منابع در روی گوگل سرچ بکنید و پیدا کنید بروید کتاب های جان کلمن رو در روی گوگل سرچ بکنید پیدا کنید بخوانید و مطلع شوید خودتان فکر کنید خودتان اندیشه کنید اندیشه که کردید به واقعیت ها پی میبرید من سه کتابو کتاب تا امروز به چاپ رسوندم در رابطه با تجزیه و تحلیل تاریخ کشور عزیزمون در سه دوره اینها رو میتونید تهیه بکنید به تلویزیون زنگ بزنید سفارش بدید رقمی هم نیست کاملا با خود من میتونید تماس بگیرید شماره من در زیر صفحه ملاحظه میفرمایید میتونید تماس بگیرید هر کتابی 300 صفحه است و قیمت هر کدومش 20 دلار بیشتر نیست و منافعی من در ارتباط با چاپ با این کتاب ها ندارم ولی حمایت شما میتونه کتاب های بعدی را به چاپ برسونه چون من کتابی رو که چاپ میکنم باید به فروش برسه و بدونم خواننده میخواند اون رو شما نمیتونید اون واقعیت هایی که من در کتابم نوشتم و اون آنالیزی که من در کتابم کردم در روی موبایلاتون گوشی های موبایلتون در روی اینترنت در روی کامپیوتر پیدا کنید شما می‌خواید همش در چارچوب آن چیزی که به شما القا میکنند زندگی بکنید من وقت برنامه هم در اینجا به پایان رسیده و تا سخن دیگر با شما عزیزان به درود میگویم و همه شما نازنینان همیهنان گرامی یاران مبارز در داخل خاک ایران و جای جهان هستی را به خداوند متعال می سپارم خدا نگهدار